فهیم فنا که با خواندن قوالی و اشتراک در برنامه های چون ستاره افغان و برنامه ابر ستاره توانست به شهرت برسد، اکنون به چهره سرشناس میان مردم مبدل شده و علاقمندان فراوان را در میان مردم به خودش اختصاص داده است. او که پس از کنارگیری از برنامه ابر ستاره بیشتر به شهرتش افزوده شد، در یک اقدام نوجوان مردانه از برنامه ابر ستاره کنار زده شد و این موضوع باعث شد که او رخت سفر ببندد و از دیارش برای همیش راهی دیار غربت شود. آریانا سعید که در آن زمان داور برنامه ابر ستاره بود توانست با ترفندهای متفاوت زمینه را برای دور ساختن فهیم فنا از استیج برنامه ابر ستاره فراهم کند که در این قسمت موفقانه عمل کرد و توانست فهیم فنا را از برنامه کنار بزند. این جوان قوالی خوان در کنار علاقمندان منتقدین بیشمار نیز دارد و اکثر منتقدین او علاقمندان جمال مبارز و آریانا سعید به شمار می روند. فهیم فنا که انواره مورد تمجید و نقد قرار گرفته، اما دیده می شود او بدون در نظر داشت این مسائل به کارش ادامه داده و از یک سال بدین سو آهنگ ها و سروده های جدید را از خود به نشر رسانده است. فهیم فنا در آن زمان که با تهدیدات فراوان مواجه بود نتوانست که دیگر در افغانستان بماند و از آب و هوای دیارش لذت ببرد. او بارها از طریق رسانه های مجازی بیان کرد که مهاجرت او به کشور تاجیکستان از سر شوق نه بلکه از روی مجبوریت بود که رقیبان و عریفان او بر او مقدر کردند و او مجبور شد که وطنش را ترک کند. از آن زمان تا کنون فهیم فنا در کشور تاجیکستان اقامت گزیده و زندگی را در آنجا سپری می کند. در تازه ترین مورد فهیم فنا ویدیوی از خود منتشر کرده که در آن دیده می شود از سال جدید میلادی در کشور تاجیکستان تجلیل کرده است. در همین حال خبر متاثر کننده دیگر در صفحات مجازی پخش شده و در آن چنین آمده است: رویداد ترافیکی در شارای جوزجان بلخ 5 کشته بر جا گذاشته است. خبرگزاری باختر گزارش داده است که در پی رویداد ترافیکی در مسیر شارای جوزجان بلخ 5 تن به شمول 2 زن جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد زمان به وقوع پیوست که یک بس مسافربری با موتر نو سراچه در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تصادم کرد. 4 تن در این رویداد زخم برداشتند، شامل 2 زن و 2 کودک نیز می باشد.